در پی اظهارات پاپ فرانسیس سر اسقف واتیکان بنیاد جهانی آیت الله شیرازی با صدور بیانیه ای این موضع گیری را حاکی از نگاهی عمیق دانست که دامنه صلح خواهی و مهربانی دین حنیف اسلام را نشان می دهد. در این بیانیه آمده است همان گونه که صاحبان بصیرت از مسلمانان و غیر مسلمانان پیرو ادیان آسمانی درک و دریافت کرده اند کتاب خدا یعنی قرآن کریم و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سیره اهل بیت ایشان گذشت مهربانی، برادری و پایبندی به اصول و مبانی کلی انسانی تاکید دارند و تبعیض دینی، نژادی و موارد مشابه را مردود می شمارند. بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی در ادامه افزود هر اقدام افراد گرایانه‌ای که متعصبان و نادانان مرتکب می شوند به هیچ وجه نشانگر حقیقت آموزه های آسمانی فرو فرستاده شده یا برآمده از ادیان آسمانی نیست بلکه ارمغان اندیشه های منحرف و برنامه با اهداف پست است که هیچ جایگاهی در آموزه های آسمانی ندارد. این بیانیه در پایان با ارج نهادن به موزگیری پاپ فرانسیس از تمام شخصیت های مذهبی بزرگ جهان خواست موزگیری های خود درباره دین مبین اسلام را با منظور داشتن محتوای انسانی بیشتر در پیش بگیرند. شاید ذکر از پا فرانسیس طی سخنانی سنی های تندروی داعش را از اسلام جدا دانسته و گفته بود آموزه های اسلام هیچ ارتباط و پیوندی با خشونت ندارد.